در موج برنامه اطلاعاتی خبر. تاجیکستان و ازبکستان در بخش مهنت و شغل اهالی دو سندی همکاری به امضا رساندند. از سنایپر تا کلاشنیکوف پایگاه روسیه در تاجیکستان با سلاح‌های نوترین تقویت یافت. پرونده دیرکتور و آموزگار است روشن. وقتی غرق شوی خواننده ها بی اهمیتی کردند. تجارت میان ایران و افغانستان به طور کامل متوقف شد. میسی با باشگاه پی‌اس‌ژی فرانسه شرطنامه 2-1 امضا میکند. با شهر این و دیگر خبر و رویدادها با شما هستم مرتبه رحمان و سلام. در دایره سفری کوری شیرین امانزاده وزیر مهنت مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان به ازبکستان و نتیجه ها از ملاقات و خوری ها با همتای خود از کشور ازبکستان میانی وزارت های مربوطه دو کشور دو سندی همکاری به امضا رسید. در این باره اطلاع داده است دفتر مطبوعاتی وزارت مهنت و شغل اهالی تاجیکستان. طبق اطلاع منبع این دو سند به بخش های مهنت و شغل اهالی ربط دارند. نخستین سند این نقشه چاره‌بینی‌ها اوید به اجرای بندهای یادداشت تفاهم بین وزارت مهنت تاجیکستان و وزارت شغل و مناسبت‌های مهنتی ازبکستان اوید به همکاری در ساحه مهنت و شغل اهالی میباشد. سند دومین یادداشت تفاهم بین مرکز دولتی پژوهشگاه مهنت مهاجرت و شغل اهالی وزارت تاجیکستان و پژوهشگاه بازار مهنت وزارت شغل و مناسبت‌های مهنتی ازبکستان میباشد. تصدیق و تطبیق سندهای مذکور مناسبت‌های دو جانبه را در سمت مهنت و شغل اهالی تقویت نموده، همچنین مناسبت‌ها را اوید به کارهای علمی پژوهشی وابسته به بازار مهنت، تربیت کادرهای کارگری و اختصاصهای مهم در تنظیم بازار مهنت رواج میبخشند، تاکید داشته است منبع. با پایگاه نظامی 201 روسیه در تاجیکستان سلاحی نو وارد کرده شد. در این باره دفتر مطبوعاتی حوزه مرکزی حربی گزارش داده است. همین طریق ارسنال نظامی پایگاه با نوترین سلاحی نو کلاشنیکوف AK-12 و تپانچه یریگین تقویت یافت که سربازان به جای تپانچه مکاروف استفاده خواهند کرد. علاوه بر این به خدمتچیان حربی سنایپرهای ACBKM و سیستم های موشکی ضد هوایی ویربا سپریده شد. یاروقوی نو در وقتی تمرین های بزرگی که از 5 تا 10 آگوست در مشقهای حرب میدان گذرانیده شدند آزموده شد. در این تمرین ها بیش از 2000 نظامی از روسیه، تاجیکستان و ازبکستان شرکت کردند. علاوه بر این در این تمرین ها ماشین های زیره پوش، پیاده نظام، هواپیماهای حمله Su-25، چرخبالهای Mi-24 و Mi-8 را استفاده بردند. قبلا نیز روسیه به این پایگاهش برای تقویت ماشین های پیاده نظامی نوترین را وارد کرده بود. یادآور میشویم که مقاومت ارتش حکومتی و طالبان که در روسیه ممنوع است در افغانستان ادامه دارد. هنگامی مشق نظامی و مجموعی عملها را در صورت حمله تروریستی در قلمرو کشورهای همسایه افغانستان تهیه کردند. منابع از پرکراتوری شهری خوجند با ایرای این اطلاع گفتند که نسبت دیرکتور و معلم مکتب رقم 60 دهه نیجانی شهری سرفشان بر اساس ماده 108 قسم 2 از به احتیاطی به مرگ رسانیدن شخص و اشخاص کودکس جنایی پرونده باز شده تفتیش در این سمت ادامه دارد. روزی 7 ایول سال جاری یک گروه خواننده های سنف 6 و 9 از استرفشان همراه با سایردین یوسوپوف و ایگمبردی یوسوپوف دیرکتور و آموزگار رهبری سنف برای سیاحت به باغ نوروز گوهی خوجند رفتند. اما این سیاحت کلکتیوی باغ ماندو پیچید. هنگامی آبازی در جای ممنوع 4 نفر صدردین کریموف، اصلی بیگ، محمد شویف، بختیار کریم قلوف و لزیز بیگ خیدیروف که خواننده های سنف 9 بودند با کمیسیر دریا رفتند غرق شدند. صبح روز 8 ایول جسد خواننده ها به شهر استرفشان انتقال داده و صبح همان روز جنازه آنها را به خاک سپردند. رخداد این حادثه مدهش اهل جماعت نیجانی را متهم زده کرد. از مقامات دادستانی گفتند که ضمناً پیشبردی تفتیش پرونده ادامه دارد. با ماده 108 قسم 2 از به احتیاطی به مرگ رسانیدن شخص و اشخاص، جزا محدود کردن آزادی به مهلت از 2 تا 5 سال یا محروم ساختن از آزادی به همین مهلت با محروم ساختن از حقوق اشغالی منصبهای معین تا 5 سال را پیش بینی میکند. حسین سلیمی رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان درباره وضع تجارتی دو کشور در روزهای اخیر چنین گفت که درگیری ها حمله های طالبان به نیروهای حکومتی بخصوص بمب بارونی افغانستان از سوی ایالات متحده آمریکا تجارت را کاملا قطع کرد و مرزها را با
است. سلیمی در این زمینه شهر داد که خفی تجارت در این شرایط خیلی بالا است و چی فروشندگان ایرانی و چی خریداران داخلی افغانستان حاضر به قبول این خف نیستند. زیرا معلوم نیست که باری بعد داخل افغانستان می رود به دست خریدار برسد یا خیر. از طرف دیگر این بارها بیمه هم ندارند و در باری میزان احتمالی با کالاهای صادراتی ایران به دلیل نارامی و یخیر افغانستان نیز توضیح داد. از بس که روند تجارت قطع شد آسیب به وارده کم بوده است، اما آمار دقیق از آن وجود ندارد، یعنی نمی توان مشخص کرد که چه میزانی از باروهای کالاهای ایرانی به دست خریداران رسیده است. در شرایط فعلی نمی توان آمار دقیق از افغانستان گرفت. رئیس اتاق مشترک تجارت ایران و افغانستان ادامه داد که اکثر تاجران افغانی کارو با ایران قطع کردند و منتظر بهبودی وضع می شوند. ما باید حداقل یک هفته یا ده روز انتظار شویم تا ببینیم که چی رخ می دهد، گفت آقای سلیمی. حملگری ارجنتینی لیونل مسی با کلوب فرانسه پاری سن ژرمن شرطنامه می‌بندد. در این باره روزنامه‌نگار ویرونیکا بروناتی در صفحه‌اش در توییتر خبر داده است. با گفته وی سازشنامه برای دو سال با امکان تمدید مدت آن تا ماه یونی سال 2024 پیش بینی شده است. معاش ورزشکار 34 ساله در یک موسم 25 میلیون یورو خواهد بود. لیونل آلکه امروز از سنجش تیبی در پی‌اس‌جی می‌گذرد. معلوم است که مسی نیاز دارد که در این کلوب تنها دهی رقم 3 بازی کند که در آغاز فعالیت خود در بارسلونا داشت. فوتبال باز اولین بازی خود را در هیئت اساسی بارسلونا سال 2004 انجام داده بود. از آن وقت این جانب او همیشه با جانبداری کبود و اناری بازی میکرد. مسی همراه با این کلوب 10 چمپیونات اسپانیا و 7 جام اسپانیا را به دست آورد. علاوه بر این او 4 مرتبه قهرمان لیگ چمپیون ها شده است. هفته گذشته رهبریت بارسلونا گفتند که نیاز ندارند با مسی سازشنامه نو امضا کنند. شنوندگان عزیز، اینجا میرسیم به فرجام برنامه اطلاعاتی خبر. تا برنامه های دیگر، تنسیت و خانه آباد باشد. خیر. برنامه اطلاعاتی خبر از رویدادهای تاجیکستان، منطقه و جهان آگاه باش.